ادامه برنامه خوش آمدین دوستا. بخش رسیده که مهمان ما در استودیو با ما هست و همتان با چهرهش آشنا هستین. ظفر جان جاوید، سلام، صبح بخیر دارم خدمت ظفر جان جاوید و صبحتان بخیر، خوش آمدین در برنامه ما. شما زنده باشین، یک سلام خاص تقدیم شما و یک سلام خدمت بیننده های تلویزیون زن. سلامت باشین. خوش هستم که امروز در این برنامه مهمان هستم با شما. آها، سلامت باشین، سپاس. ما هم خوشحال هستیم از اینکه شما را در برنامه بخواد. زنده باشین. خب ظفر جان، در ابتدا میایم روی این که کجا بودین، قدر دیر بخیر آمدین، اینا شما را در برنامه با خود داریم. میشه از این بگوین برای دوستا، هموطنا و برای علاقمندایتان مخصوصا که در افغانستان بودین یا بیرون از افغانستان؟ خب تقریبا دو ماه میشه کابل هستم. در کشور بلژیم زندگی میکنم، منتها زیادتر کابل میباشم، مصروف برنامه و ویدیو کلپ ها و برنامه های اید که بخیر پیش رو است با رسانه. بسیار عالی. ظفر جان، برای اید چی آهنگ آوردی برای امروز بر برنامه ما؟ خب امروز اید است. امروز خب اید نیست، برای برنامه ما و اید چی آمادگی ها گرفتی؟ خب نگفتین شما که هر روز که انسان خوش باشه امروز اید است. دقیقا. خب برید انشالله آمادگی خاص گرفتیم، ایواز یک پارچه دو پارچه جدید از کارهاییم. یک آهنگ قرسک ثبت کردیم که روی ویدیو ازو کار میکنم و یک آهنگ قطغنی. قطغنیش بخیر ویدیویش این می هفته تکمیل میشه. برید باز هم آهنگایتان هم ترشاد هست مثل همیشه. ولی من آهنگ آرام میخوانم، همین دوستا و رفیقا و بعضی کسایی که من میشناسن میگه تو زیاد شوخ هستی، باید آهنگای شاد بخوانی. دقیقا. اما باز من خوش دارم که آهنگای آرام بخوانم. اگر چه شاید آهنگ آرام خوب نخوانم. ظفر جان، تو الان آهنگ آرام داشتین من خو نشنیدیم، همیشه همون شاد مست و محفلی هست. آولا نه، آهنگ آرام هم زیاد دارم، منتها زیادتر حتما شما مرد برنامه دیدین که همیش آهنگای شاد بوده اونجا. اما آهنگ آرام خیر دلتان نندوز، من یک آهنگ آرام میخوانم امروز. بسیار. پس چی خوب است که امروز از ظفر جان یک آهنگ شاد بشنویم و یک آهنگ آرام. شروع صبح شده و خیالم بازم یک آهنگ پشتو را که فرمایش دادن دیگه. نام خدا آهنگ پشتویتان قدر زیبا خواندین و من مطمئن هستم که این میال تمام بینیدهای عزیز هم بی صبرانه منتظر ای هستن که ظفر جان هم آهنگ پشتو را اجرا بکنه. اگر موافق باشین که آهنگ را اجرا بکنه. آهنگ می خوانم من تا دوستان دی صبح چطور یک آهنگ شاد، اما باز کسی که باید خواب پرانک باشه دیگه. خب اول صبح است، باید آغاز خیلی شاد داشته باشه. شاد باشه انشالله. می خوانم
بسیار زیبا، نام خدا ماشاءالله. اینقدر کیف کردیم، من واقعا از آهنگ شاد ظفر جان لذت بردم. امیدوارم هستم که هموطنان عزیز هم لذت برده باشند که بردن. شما زنده باشین، تشکر. کوچک نوازی میکنین، اوقلرم دیگه خوب نمیخونم. خب خوب است ظفر جان، میمری که شما آهنگای خیلی خوب شاد همونطور با شعرهای خیلی عالی دارین. یک سوالی که پیش من خلق شد، می آهنگ فرشته است که بسیار در آهنگتان فرشته جان ازش آول ناله دارین. خب من میگم متنی فرشته از یاد ناز دادی. اینمی دلیل، اینمی شعر و کمپوزش اگر از کی اسمش میشه بگوین، و دلیلی که اینقدر در این آهنگتان فرشته جان یاد کردین چی هست؟ میگه عرفی که از دل بخیزم بدل بشینم. بدل نشینم. آهنگ فرشته کامپوز فولکلور است، اما دو بیتی ها یا چهار بیتی که در این استفاده شده خب متفاوت است. نواوری خودم در این آهنگ زیاد بودک، یعنی کم آرایش شده این پارچه. و کدام فرشته خواست در زندگیم نبوده که بخاطر از او فرشته آه ناله کرده باشیم. اما دل که عشق ندارد ز فیض محروم است. کسی که منکر عشق است نامسلمان است. از خاطر تو دل نیست به خیالم که در وجودش عشق نباشه. بالاخره دیگه اینا عشق را آدم میتونه متفاوت تعریف کنه که به کی به چی. از خاطر این فرشته ما مزانه مو نظر به مو فضای شیری یا نظر به مو فضای آهنگ خواندیم. بسیار زیبا. ظفر جان، میاییم روی ای که خودت تنها در آهنگایی که میخوانی هستی یا هم در کنسرت ها یا محافل خوشی اگر دوستا دعوت بکنن؟ والا خب کنسرت ها من به رسانه ها به تلویزیون ها او را خب طبعا میرم اشتراک میکنم در صورت که تایم داشته باشیم. اما زیادتر روی محفل های شخصی و برنامه شخصی زیادتر دارم. بله ما اگر خود صفتی نشم شبم تا چند بجه ما چون خواندیم امیالی میگم نارام خسته هستم. چون صبح کی وقت ما هیچ وقت بیدار نمیشم، وقتی بیدار میشم میبینم مردم موترا در شاری گپا میگم من ما دوباره به کدام دنیای دیگه هستم. چون عمر من 10 11 بجه بیدار میشم. خسته ها ظفر جان، آهنگ هایی که خواندین تا حالا ما دوگانه ندیدیم، اما دوگانه دارین آهنگی که دوگانه خوانده باشین؟ خب در برنامه ای که قبلا با دیگر رسانه داشتیم تور لایف اجرا کردیم امرای آوازخانه، من تا تور شکل ویدیو غیر آهنگ و زیبایم دیگر تا بال دوگانه نخوندیم. دوست دارین تو با نباز هم اجرا بکنیم؟ بله ها چرا نی، اگر کدام آوازخانه که من بندازیز خوانده بتانم پیدا شود لبایی بگه بخوانیم هزار دفعه. ظفر جان، معمولا همه که دوست دارن با یک آوازخانه یک رب به تب دلش میشینه که همراهش دوگانه آهنگ اجرا بکنه. خود دوست داری زمانی اگر امتر یک موقع مساعد شوه با کسی، با یک هنرمند چی از طبقه اوناس باشن چی از طبقه ذکر، اگر آهنگ اجرا بکنی کی باشه؟ خیلی سوال مشکل هست. والا چون اکثر هنرمندایی که دوستای مزمش ناسم رفیقای مز کلشان زیبا میخوانم مقبول میخوانم، من خوش دارم از طبقه ذکور از بچه ها زیاد خوش دارم. صدرالدینه اگر زندگی بود، و از طبقه خانما او قوس بند باشه. او باشه به شکل رازگونه از زمانی که اگر خواستین بازم بله دیگه اون قوس که بند شده گپ حل است دیگه که او رفشان نمی کنم با کی باید بخواد. بسیار خوب. خب ظفر جان، من بعضی وقتا آهنگای شما رو میشنوم میبینم در بین لا بلای آهنگایتان شما بسیار شعر زیبا رو دکلمه میکنین. میشه از این بگوین که چقدر علاقه دارین به دکلمه کردن، و گاهی هم بیرون از شعرهایی که آهنگ در داخل آهنگتان از شعر دکلمه کردین یا خیر؟ چه خوب، یک سوال یک راز است. من تا حالا با هیچ کسی افشا نکردم، اما بر شما افشا میکنم. بخاطر شما زیاد زحمت میکشین بخاطر برنامه. سلامت باشین. سپاس. امی یک سوی تفاهم بود بین برای اکثر آوازخانایی که دمی اواخر ویدیو به بازار عرضه کردن، باز شیراک دکلمه شده، کلشان احساس میکرد صدای مسو. اما او صدای من نیست. کسی که دکلمه میکنه شیرا ناصر جان داریوش که در ازبکستان زندگی میکنه. صدا از اوناست و اونا ویدیو کلیپ هم میسازن، دایرکتر هستن در اونجا. من تا با صدای من کم فرق داره، از خاطر وقتی که آهنگ شما نیستید. نه خیر نه، اگر بخواید تقلید کنم میتونم، اما صدای من اون نیست و من زیاد به شعر علاقه دارم.
این اکثر اوقات که من تنها بانم او من شعر میخوانم دیگه بسیار زیاد خوش دارم شعر اما دکلمه نکردیم تا بسیار سوال خوبی بود که من هم سوالایی که نزد من بود حل شد بله و من هم راز افشا کردم بخاطر که من در یک آهنگ از فیاض جان امید بله. یک تک دکلمه که بود من فکر میکردم که عین صدای شما هست فکر میکردم دقیق دقیق اکثر دوستا شرط بسته بودن که باید این صدای ما باشه باز ما چون نمیخوایم که دروغ بگویم از خاطر راست بگویم گفتم صدای من نیست بسیار خوب ظفر جان میایم روی زندگی نسبتا شخصی شما اگر اجازه باشه که سوالای شخصی از شما بپرسیم چون نه تنها ما بلکه تمام بینیدای عزیز هم علاقه‌مندای آواز شما هم دوست دارن بشنون کمی به زندگی شخصی شما معلومات پیدا بکنن ظفر جان در فامیلی که شما زندگی میکنین تنها خودتان هنرمند هستین یا اعضای فامیل شما هم در هنر موسیقی علاقه دارن یا هستن در فامیل یک برادرم است که مرزیات کمک میکنه درسه موسیقی و باز آهنگار برام کامپوز میکنه ماشاءالله ده برادر دارم دیگه یک در موسیقی نیست فقط ما و یک برادرم سرور راشد او که هنرمند است اونم بس در فامیل و موسیقی در شکل آماتور یا شوقی ما یاد گرفتیم دیگه تا به حال ادامه دادیم من تانی از فامیل تنها ما و برادر الگوی برادرتان هم حتما شما هستی؟ نه خیر خب او زیاد مرا کمک کرده فامیل اون من همه فامیل تشویق کرده خوب برادرم زیادتر اما من از تجارب همه بزرگایی که درسی موسیقی دسترسی بالایی دارن از اونام از اندوختهای از اونام استفاده کردیم پرسان کردیم و در این اواخر با استاد سید آقل زیاد کمک میکنه مرا بسیار عالی درسی موسیقی و در بخش آوازخوانی و میاییم یک سوال نسبتاً شخصی تر میکنیم ظفر جان متأهل هست یا مجرد؟ نسبتاً شخصی تره؟ این مایی سوال ها آزادانه میتونی سوال کنی وقتی که مایی تلک راست بویستم یک کمک بیشتر یعنی قبل از اینکه سوال مطرح بکنم میگم بخاطر از اینکه بعضی از دوستا هستن که دوست ندارن برن روی زندگی شخصیشان خب به نظر من باز من برعکس من یک کسی که علاقه من دیگه هنرمند میباشه زندگی شخصیشان بفهمم حتی از لباس پوشیدنش از خوردنش از پوشیدنش حتی اینکه کدام موتر رو درایو میکنم دقیقاً از همه خوی و کردار آدابش بر صورت من نمیخوایم من باید جواب خدا بتم به دیگرها غرض ندارم اما هست اکثر هنرمندایی که من خودم در برنامه دعوت کردیم سابق یا امرایشان میرم باز سر زندگی شخصی دیگه چی میگه؟ نقطه نقطه است نباید جواب بدن من جواب میتم من عروسی کردیم در کشور بلژیم یک دخترک دارم 3 ساله شد نام خدا نیایش نام داره بسیار که هم آلندی گپ میزنه هم فارسی جای خوشی که در آن قدر فاصله دور از وطن و فارسی را میاد دارن اوله دیگه فامیل اونجاست من اینجا تنها زندگی میکنم چرا که تنها که برای یک 3-4 ماه 5 ماهی که میم اون تو در رفته آمد میشه بخاطر دید بازی در هموطنای بله باز دوباره پس میرم خب بر ما رفتن و اروپا دیگه فقط از اینجا که تایمنی بودی اونتر شده بسیار خوب ظفر جان در کنار ای که در هنر موسیقی هستی دیگه بیشتر در کدام عرصه ها فعالیت دارین و علاقه دارین والا همه گفتیم مردم گفت از بیکاری بیکار نمیشیم و مصرف مافلای شخصی زیاد هستم یکی سپورت میکنم زیاد که خوش دارم دو همی گفتم شعر میخوانم و خوش دارم زیادتر با کسایی بشینم که از اونها یک چیز را بیاموزم یک کمک گوشگیر هستم گوشگیر شوخ اترنی که گوشگیر افسرده بس دیگه در این اواخر پلان داریم که بخیر اونجا خود کورس زبان میخواندم در هالند در بلژیم دیگه اینجا مصرفیت خاص نی فقط سپورت محفل و روی برنامه هایی که پیشوری از بخیر ویدیو کلاب بسیار عالی خب سلامت باشی ظفر جان عزیزی که در برنامه حضور پیدا کردین زنده باشین گپ های خیلی شیرین داشتیم و امیدوار هستم در عرصه کاریتان موفق باشین اگر در اخیر کدام گفتنی و پیام برای هموطنان عزیز بر علاقه مندانتون داشته باشین بفرمایید فقط صحت سلامتی همه آرزویم است و تشکری میکنم از تلویزیون زن واقعا شما زیاد زحمت کشین
یک صبح ما را دعوت کردیم. سلامت باشین، سپاس. و از تیم تکنیک، بچه هایی که پشت کامرا هستن، از همیشون تشکری میکنم. بازم روزایی که بخیر در پیش رو دارین، روزای خوب باشه، حاری از جنگ و جدل و انفجار و انتحار، همه یک جور صحت سلامت باشین. سلامت باشین. خب آهنگ دوم را اگر موافق باشین ظفر جان که اجرا بکنین. بیشتر گفتین که آهنگ آرام نخوندین، حالا آهنگ آرام میخوانم که از کمپوزای محترم امیرجان صبوری است. بسیار دست دستمش ناسم را میخوانم. پس سر با گوش هستیم، بفرمایید. شکستی نه از یک جا که از جا شکستی، برای تو برای دیدن تو دلم آیی نبود اما شکستی، آن دل که بود پس بده ای نازنین، دست دستم اشناسن با دیگران کاری ندارم، بعد از این دست دستم اشناسن با دیگران کاری ندارم، بعد از این دست دستم اشناسن دست دستم اشناسن. زیادت یاد ما بردی چی کردی، هوا را از هوا بردی چی کردی، تو که اهل وفاداری نبودی دل ما را کجا بردی چی کردی، که بردی پس بده ای نازنین، دست دستم اشناسن با دیگران کاری ندارم، بعد از این دست دستم اشناسن با دیگران کاری ندارم، بعد از این دست دستم اشناسن دست دستم اشناسن. چرا از خیر من گل خس بگیرم، چرا از دامن ناکس بگیرم، فقط یک آرزو دارم که آخر دل خود را ز دستت پس بگیرم، که بردی پس بده ای نازنین، دست دستم اشناسن با دیگران کاری ندارم، بعد از این دست دستم اشناسن با دیگران کاری ندارم، بعد از این دست دستم اشناسن دست دستم اشناسن دست دستم اشناسم دست دستم.